به نام خداوندی که وجود آدمی را شریف آفرید و او را کرامت و شرافت داد. سلام و درود نثارتان، خدا کند که خوب و صحتمند باشید و گذر روزگار را با عافیت و صحتمندی بگذرانید. ما در این ویدیو در مورد اینکه یک خواننده تاریخ چگونه بر قضایای تاریخی به قضاوت بنشیند، تاریخ نگار چگونه در نوشتن تاریخ قلم بزند و بررسی کوتاه بر دوران سلطنت احمد شاه ابدالی و تیمور شاه ابدالی خواهیم پرداخت. ناگفتن نباید گذاشت که متن این ویدیو برگرفته از نوشته آقای محمد مرادی، نویسنده معاصر کشور است. آقای مرادی چنین نوشته است: بدترین نویسنده آن است که واقعات تاریخی را به خاطر دلخوشی عده تعریف و به خاطر ملاحظه عده دیگر کتمان کند. در ذکر رویدادهای تاریخی باید بی‌رحم بود و من از این دسته هستم که اگر قرار باشد مطلب تاریخی بنویسم، ملاحظه و خاطر کسی را نگه نمی‌دارم. تلاش می‌کنم رویدادهای تاریخی را اومانگونه که در منابع دست اول وجود دارد ذکر کنم، اما اینکه کسی و یا گروهی از بیان آن ناراحت می شود مربوط خودش. من همیشه از لشکرکشی عرب های بنی امیه و بنی عباس به سرزمین های عجمیان و خراسانیان نوشتم که چگونه دار و ندار این مردمان را به اسم غنایم، خراج، مالیات و جزیه به غارت بردن. از لشکرکشی خراسانیان به این نوشتم که چگونه دسترنج ایندیان را به اسم جعاد می ربودند و خونشان را می ریخت. از صفاکی چنگیز خان و امیر تیمور نوشتم که چگونه بخش از جهان را ویران و جوی خون جاری کردند. از سلسله خونریز صفوی و جنایاتشان نوشتم که چگونه مخالفان عقیدتیشان را سر به نیست می کردند. از تاریخ معاصر افغانستان آنگونه که در منابع معتبر آمده است نیز نوشتم و در این مجمع باز هم می نویسم. از تجاوزگری روبای پیر بریتانیا و از اشغالگری شوروی و امریکا نوشتم. نوشتن و خواندن تاریخ ترس ندارد، چرا باید از بیان واقعات تاریخی اعراض داشته باشیم؟ خواندن تاریخ در حالی که عبرت است، نقشه راهنمای زندگی آیندگان هم است. نکته های از تاریخ معاصر افغانستان را که از پادشاهی احمد شاه درانی تا سلطنت امان الله خان را در بر می گیرد با هم مرور می کنیم. احمد شاه درانی. پس از آن که احمد شاه درانی در سال 1160 هجری قمری در جرگه قندهار به عنوان زعیم و رهبر شناخته شد، شمار زیادی از سران قومی با انتخاب او مخالفت کردند. نور محمد خان علی زی، میانداد خان اسحاق زی و عبدالرحمن خان بارک زی سه تن از رهبران جنوب افغانستان بود که زحامت و حاکمیت احمد شاه درانی را نپذیرفت. شیوه احمد شاه درانی به گونه ای بود که به مخالفانش مجال مخالفت نمیداد. محمود حسینی، واقع نگار و منشی احمد شاه در تاریخ احمد شاهی داستانهای زیادی از مجازات مخالفان به دستور احمد شاه درانی را ذکر کرده. از جمله این که احمد شاه فرمان داد تا سه تن از مخالفانش را که اسامی آنان ذکر شد زیر پای فیلان بیندازند تا خرد شد. طبق نوشته محمود حسینی، شاه دستور داد که دست و پای ایشان را بسته و زیر پای افیال کوه تمثال اندازند تا اقران و امثال ایشان دیگر به این گونه خیال معال گردن سرکشی از گریبان کوت اندیشی بلند نسازد. تاریخ احمد شاهی صفحه 66. بنابراین در یک روز مناسب که شخص شاه و ده تن از درباریان نیز حاضر بودند، نور محمد خان، میانداد خان و عبدالرحمن را زیر پای فیلان انداختند. استخوان‌های نور محمد خان و میانداد خان زیر پای فیلان شکست و بدنشان خرد شد، اما یکی از فیلها عبدالرحمن خان بارکزی را توسط خرطومش به سوی تخت احمد شاه درانی پرتاب کرد و زنده ماند. تیمور شاه درانی. احمد شاه درانی بعد از 25 سال فرمان روایی در تاریخ 1186 هجری قمری در سن 50 سالگی در منطقه کوه توبه در شرق شهر قندهار درگذشت. جنازه او را به شهر منتقل کردند و در باغ روضه سمت مغرب ساختمان خرقه به خاک سپردند. از احمد شاه درانی چندین فرزند باقی ماند که مهمترین آنان سلیمان، سکندر، پرویز، داراب، شعاب، سنجر و تیمور بودند. در زمان مرگ احمد شاه، تیمور فرزند او که ولیعهدش نیز بود در ایراد حکمرانی می‌کرد.
پس از آن که عالی ایراد از مرگ احمد شاه خبر شدند، بلافاصله تیمور را به عنوان جانشین پدر برگزیدند. اما شاه ولی خان که وزیر دربار احمد شاه بود، سلیمان فرزند دیگر احمد شاه را به حکمرانی پایتخت یعنی قندهار منصوب کرد. شاه ولی خان به خاطر اینکه سلیمان دامادش بود، اقدام به این کار خطرناک کرد، اما نمیدانست که این تصمیم عامل مرگش خواهد شد. زمانی که تیمور متوجه شد، با لشکر فراوان عزم قندهار کرد، اما اطرافیان سلیمان از حمایت وی دست برداشتند و جانب تیمور را گرفتند. حتی شاه ولی خان نیز برای استقبال تیمور که اکنون لقب شاه را نیز از جانب ایراتیان دریافت کرده بود، عازم منطقه فرا شد. تیمور در امین ایام در فرا اردو زده بود. تیمور شاه که از شاه ولی خان کینه در دل داشت، در اولین فرصت دستور داد که شاه ولی خان دو فرزند و دو خواهرزادهش را به قتل برساند. جلادان نیز بدون تعلل دستور تیمور شاه را اجرا کرد و بدین گونه ستاره اقبال وزیر که فرد دوم مملکت بود افوال کرد. شاه ولی خان در زمان حکومت خود شخصیت با نفوذ در شمال قندهار بود که منطقه شاه ولی کود، قلعه شاه ولی به اسم امین شخص نامگذاری شده است. تیمورشاه که یک شاعر و در عین حال خوشنامترین شاه دورانی سدوزایی بود، تأمل دیدن مخالفانش را نداشت و به زودترین فرصت آنان را میکشت. ماجرای کشتن شاه ولی خان و فرزندانش از مسلمات دوره تیمورشاه است که داستان آن در کتاب‌های تاریخی مثل افغانستان در پنج قرن اخیر جلد اول صفحات 187 و 188 آمده است. سپاس از این که با ما بودید. برای دیدن ویدیوهای بعدی کانال ما را سابسکرایب کرده کلید زنگ را فشار دهید. تا دیدار بعد، بدرود.